سلام دوستان عزیز، شیمو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی رضا رشیدپور میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفا قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. رضا رشیدپور متولد 19 مرداد 1357 در تهران مجری است. فارغ التحصیل لیسانس دو رشته مهندسی عمران و کارگردانی می باشد. فعالیت خود را از اجرا شروع کرد و سپس وارد سینما شد و حالا ساخت و ساز نیز می کند. در خیابان سرسویل تهران به دنیا آمد، اما اصالتاً تبریزی است و تنها یک خواهر کوچکتر به نام نازیلا دارد که فارغ التحصیل دکترای رشته معماری می باشد. پدرش از مهندسین تکنسیان لشکر سپاه عاشورای تبریز بود که در مأموریت خود برای جمع‌آوری تجهیزات سپاه در دسفول حین انجام کار قطع نخا شد. ایشان در نهایت سال 1376 به شهادت رسیدند. زمان تحصیلی که از بچه های زرنگ مدرسه بود، به طور که دیپلم خود را با معدل 19.86 در رشته ریاضی و فیزیک به اتمام رساند و سپس وارد دانشگاه شد. در سال 1375 وقتی 18 ساله بود وارد کارهای هنری شد تا اینکه به صورت جدی فعالیت خود را به عنوان مجری از برنامه طعم پاییز تلویزیون شروع کرد. اوایل دهه 80 با اجرای برنامه مثلث خیلی زود دیده شد، اما شهرت اصلی او اجرای سگانه برنامه‌های شب شیشه‌ای، عبور شیشه‌ای و مثلث شیشه‌ای از سال 85 تا سال 87 در شبکه تهران بود. این برنامه‌های گفتگویی محور با سیاستمداران بود که در نهایت به خاطر سوالات تیز مجری این برنامه توقیف و رشیدپور نیز تا مدت‌ها ممنوع تصویر شد. بعد از ممنوع تصویری به کلاس‌های خلبانی رفت تا اینکه مدرک خود را برای خلبانی ایباس سری 300 دریافت کرد تا اینکه تصمیم گرفت بازیگر شود. او در سال 1387 وقتی 30 ساله بود در فیلم سوپر استار به کارگردانی و نویسندگی تحمینی میلانی اولین تجربه بازیگری را به دست آورد. سال 88 در فیلم بی پولی حضور داشت تا اینکه سال 89 در فیلم در امتداد شهر بازی کرد. سپس در شیش و بش در سال 90 و قاتل اهلی سال 96 نیز حضور داشت. رضا رشیدپور در سال 1382 وقتی 25 ساله بود با یک مجری رادیو به نام نغمه مهرپاک 28 ساله ازدواج کرد. آشنایی این دو از یک اجرای مشترک شروع شد. ثمره این ازدواج یک دختر به نام هلن می باشد. هلن دختر رضا رشیدپور متولد سال 85 است و تنها فرزند آقا و خانم مجری است. نغمه مهرپاک متولد خرداد 1354 می باشد که فعالیت خود را از سال 1376 با اجرا در رادیو شروع کرد. سپس مدتی بعد وارد اجرا در تلویزیون شد. او سال هاست دیگر از این شغل کنار رفته است. وی پس از ابلاغ دستور سازمانی در خصوص تفکیک مجریان تلویزیون و رادیو، وی که هم با تلویزیون و هم با رادیو همکاری داشت، مجبور شد با رادیو قطع همکاری کند که بارها در مصاحبه‌های خود در این خصوص ابراز پشیمانی کرده و گفته است حسرت آن روزهای خوب در رادیو را می‌خورد. خانم مهرپاک داستان آشنایی خود با رضا رشیدپور را چنین بیان می‌کند: در رادیو برنامه‌ای را اجرا می‌کردم به نام جوان ایرانی. دو نفر از همکاران آقا دیگر نتوانستند با ما همکاری کنند. تهیه کننده و مدیر گروه به دنبال یک مجری بودند و من استرس داشتم که حالا قرار است با چه کسی برنامه اجرا کنم و آیا از نظر فکری و تیپ کاری با هم تفاهم داریم یا نه. تا اینکه خبر آوردند آقایی که دو سال پیش برنامه شب ایرانی را اجرا می کرده انتخاب شد و چون بیننده آن برنامه بودم به خوبی حضور ذهن داشتم. اولین روز برخوردمان را خوب به یاد دارم. رضا سرتاپا خاکی بود، چون آن زمان در بخش عمرانی فرودگاه امام خمینی مشغول به کار بود. سه سال بعد از آن روز ایشان به خواستگاری من آمد. رضا رشیدپور در کنار اجرای یک شرکت فنی و مهندسی طراحی و ساخت دارد و در پروژه‌های بزرگ عمرانی در سطح نیروگاه سازی و پتروشیمی فعالیت می‌کند. او همچنین یک هلدینگ از شرکت هواپیمایی ایرانیان دارد و خدمات تور، آموزش پرواز هواپیماهای سبک و لاین تفریحی ارائه می‌دهد. آقای رشیدپور مدتی در شبکه ماهواره‌ای ایرانیان مجری برنامه شب شما بخیر بود. او در سال 92 اجرای همایش‌های انتخاباتی حسن روحانی را بر عهده داشت.
این مجری که سالها در تلویزیون ممنوع تصویر بود، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی بالاخره توانست در اسفند 94 به تلویزیون بازگردد. با اینکه از علاقمندان تماشای فوتبال است، اما تا به حال یک بار هم فوتبال بازی نکرده، اما به جایش علاقه زیادی به شنا و بازی بیلیارد دارد. او در میان همشهری‌های تبریزی خود می‌گوید طرفدار تراکتورسازی است، اما در تهران خود را یک طرفدار پرسپولیس معرفی می‌کند. در بهمن ماه 1395 بود که رضا رشیدپور در زمان اجرای برنامه زنده حالا خورشید از هوش رفت. بعد از اعزام به بیمارستان مشخص شد او سکته قلبی کرده است. و اما چند نکته درباره رضا رشیدپور که خودش اینگونه بیان کرده است: تمام زندگیم را حول محور دخترم میچرخانم. مردم من را با چالش و خانواده‌ام با احساسات میشناسند. کارگردانی و خلبانی را از روی علاقه شخصی دنبال کردم. من ارادتی به دولت قبل احمدی نژاد نداشتم و نخواهم داشت. شکست عشقی تجربه نکردم. این مجری چندین رکورد نیز دارد. او همزمان با اجرای برنامه حالا خورشید در طول برگزاری جشنواره فجر سال 96 مجری برنامه تخصصی 7 شد. او همچنین به عنوان مجری گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی نیز در قامت مجری خبری ظاهر شد که انتقادات گسترده مثبت و منفی را به همراه داشت. رشیدپور که تجربه کارگردانی را با برنامه‌های عینک آفتابی برای شبکه نسیم و دید در شب برای پخش در اینترنت دارد، حالا در مسیر تهیه کنندگی است. او در خرداد 98 تایید کرد تهیه کننده فیلمی به نام در رادار بمانید شده است. تا به حال چندین بار خبر جدایی و طلاق رضا رشیدپور از همسرش منتشر شده که صحت نداشته و این زوج کنار هم زندگی میکنند. رضا رشیدپور پس از برنامه حالا خورشید که با وجود نقدهای جدی به آن در جذب مخاطب آن هم در صبحگاه موفق عمل کرده بود، با برنامه اتفاق با آنتن شبکه سوم سیما بازگشت. استودیوی بسیار بزرگ، دکور عظیم همراه با تماشاگران، حکایت از ایده هایی داشت که قرار بود مخاطب را شگفت زده کند، اما این برنامه حرف چندانی برای گفتن نداشت و نتوانست اقبال عمومی را جلب نماید و این وضعیت غیر منتظره بود. شاید مهمترین علت شکست اتفاق سوژه هایی بود که این برنامه به آن پرداخت. سوژه ها حرف تازه و شگفت انگیزی برای مخاطب نداشتند. هرچند شهرت سوژه ها برای جذب مخاطب یک برنامه تلویزیونی پر اهمیت است، اما تجربه نشان داده می توان با سوژه های غیر مشهور نیز برنامه پر مخاطب ساخت، مشروط به آنکه این سوژه ها حرف تازه برای گفتن داشته باشند که بیننده را غافلگیر کند. در مقابل اگر چهره مشهوری در برنامه حضور یابد، اما تمام گفته هایش تکرار حرف هایی باشد که پیش از این در برنامه های متعدد مشابه مطرح کرده، چندان جذابیتی برای بیننده ندارد. اتفاق چه در عنوان و چه در تبلیغاتش چنان می نمود که قرار است یک اتفاق تازه را در میان تولیدات پرشمار صدا و سیما رقم بزند، اما به جز دکور عظیم اتفاق دیگری را رقم نزد. علی علیزاده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، در حمله غافلگیرانه به رضا رشیدپور که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشت، در پاسخ به توییت رشیدپور که از مردم خواسته بود به اندازه توانشان به سوپرمارکت مورد اعتماد پرداخت کنند تا به نیازمندها تخفیف بدهد نوشت: رضا رشیدپور برای تهیه هر اپیزود حالا خورشید 40 میلیون گرفته است. نیمی دستمزد شخصیش بود. ماهی 433 میلیون درآمد. در شب یلدای 98 هم 500 میلیون گرفته است. جناب رشیدپور، چقدر از چند میلیارد است مزی را که علی عسکری از جیب فقرا به شما داد حاضرید به فقرایی که به خاطر کرونا در معرض گرسنگی و مرگ هستند برگردانید؟ رضا رشیدپور در واکنش به صحبت‌های مطرح شده اخیر در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با دستمزدش گفت: 18 میلیون میانگین بودجه کل برنامه حالا خورشید است. اجاره یک استودیو در بیرون سازمان، اجاره تجهیزات فنی، فیبر نوری، طراحی و ساخت دکور، تغییر فصلی دکور، بخشی از این هزینه است، حتی بلیت هواپیما و اقامت برای مهمانان که از شهرستان می آمدن. میانگین همه این هزینه ها حدود 18 میلیون می شود. وی عنوان کرد:
به چه حکم و استناد اعتقادی آبروی آدم‌ها را مضحکه اخبار جعلی می‌کنید؟ من در دادسرای فرهنگ و رسانه امروز صبح شکایتم را تقدیم کردم و مرجع قضایی بهترین مرجع است. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم. لطفاً نظرات خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمان به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.